و ما خبر آخر، ارتش سوریه تمام مناطقی که روز گذشته در اطراف شهر البوکمال در مرز سوریه و عراق از دست داده بود را بازپس گرفت. منابع سوری اعلام کردند که در جریان عملیات بازپسگیری این مناطق شماری زیاد از سنی‌های تندروی داعش به هلاکت رسیدند و بسیاری نیز هنگام فرار از طریق رود فرات غرق شدند. شایان ذکر است که روز گذشته گروهی موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله سنگین داعش به ارتش سوریه و سیطره تروریست‌ها بر بخش‌هایی از شهر البوکمال در استان دیرالزور خبر داده و اعلام کرده بود که داعش در یورش به البوکمال از 10 عامل انتحاری و 4 خودروی بمب‌گذاری شده استفاده کرده است. این گروه مدعی شده بود که 25 نفر از نیروهای ارتش سوریه در درگیری با عناصر داعش در البوکمال کشته شدند. اما از طرف دیگر قاسم مصلح، یکی از فرماندهان نیروهای مدافع اطبات و مقدسات عراق الهشت و شبی، در گفتگو با سومری نیوز تسلط داعش بر مناطق مرزی میان عراق و سوریه را رد کرد و گفت که در حال حاضر هماهنگی خوبی میان دو کشور برای کنترل مرزها وجود دارد. وی افزود ما به طور قاطع تسلط سنی‌های تندروی داعش بر بخشی از شهر بوکمال سوریه در مرز با عراق را رد می‌کنیم و تأکید داریم که مرزهای عراق و سوریه تحت کنترل نیروهای امنیتی عراق قرار دارد.